امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. اون مرگبار، قابل ارتقا و مهمتر از همه قابل کنترل. بهترین سلاح بشریتی. پیروزی در این جنگ اونو اسپارتانای دیگه تنها اسلحه های به درد بخوره ما در برابر کاوننتان. روحانی کاوننت داشتن برای یه شعر خاص سطح سنگ رو حفاری میکردن. وقتی اون شعر رو گرفتن یه چیزی احساس کردن. هیلو برگرفته از بازی ویدیویی با همین نام به شخصیت مستر چیف میپردازد. مستر چیف ها؟ ما مستر چیف رو فقط برای یک هدف تربیت و آموزش دادیم. اتفاقات این سریال در آینده بشر و در سال 2055 رخ میدهد که نبرد با فرازمینی ها در سیارات دیگر را به تصویر کشیده است. یه حس متفاوت دهند. کرکون ها با ما کردن ما رو به اینی که هستیم تبدیل کرد. نگاهی جذاب به بشر و اختراعاتش در فضا و سیارات دیگر که بیننده را با خود تا انتهای داستان همراه می کند. هیلو با سکانس های اکشن، جلوه های ویژه قابل قبول، کارگردانی و ایفای نقش ها رضایت بخش ظاهر شده است. هرچند برخی پراکندگی و رهاشدگی‌ها در طول داستان بی‌پاسخ مانده، اما نگاه به پیشرفت‌های بشر در آینده ایده خاص بازی و این سریال است که به خوبی به نتیجه رسیده است. نابودی انسان‌ها، نابودی کووننت هاست. چرا به جای این که از اسپارتانا بخوای منو نجات بدن خودت این کارو کردی؟ با هر انسانی که دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد چی کار میکنن؟ چیزی که مستر چیف پیدا کرده حلقه جهانی هیلو. کورتانا بیا که بهت نیاز دارم. جنگو ببر.
my realm. سریال مرد شنی، جدیدترین اثر اقتباسی از کمیک‌های دی‌سی به شمار می‌رود که توسط سرویس آنلاین نتفلیکس ساخته شده است. در این سریال، تام استاریج نقش اصلی داستان به نام سندمن یا مورفیوس را بازی می‌کند و در کنار او نیز چهره‌های آشنا و برجسته‌ای همچون گویندولین، کریستی، بویت، هالبروک، چارلز، دنس، جنا، کولمن و تعدادی دیگر نقش آفرینی می‌کنند. سریال سندمن پیرامون موجودی بسیار قدرتمند به نام دریم یا رویاست که علاوه بر سندمن یا مرد شنی به نام مورفیوس هم شناخته می شود. مورفیوس تجسمی زنده از رویاهاست و عضوی از خانواده است که به نام اندلس یا بی انت ها شناخته می شوند. قدمات مورفیوس به همان اندازه خود هستی است در حقیقت. زمانی که اولین شکل زندگی توانسته رویا ببیند، مورفیوس شکل گرفته است. او قدرت‌هایش را از رویاها می‌گیرد و می‌تواند آنها را بر طبق خواسته‌های خود تغییر بدهد. سریال سندمن همچنین به معرفی عالمی به نام دریمینگ یا رویاپردازی می‌پردازد. این عالم محل خانه مورفیوس است و نقش رابطی به تمام رویاها را دارد. کتابدار مورفیوس به نام لوسین، پرنده مورفیوس به نام متیو، مرو پامپکیند و هابیل و قابیل که به ترتیب در خانه اسرار و خانه راز زندگی می کنند، از جمله کاراکترهایی هستند که در عالم رویا پردازی زندگی می کنند. اعضای دیگر این خانواده شامل مرگ، سرنوشت، نابودی، میل، ناامیدی و جنون است. آنها جاودانه هستند و قبل از هر گونه شکلی از زندگی وجود داشتند. آنها همچنین جزو قدرتمندترین موجودات دنیای دی‌سی محسوب می شوند. در سریال سندمن، مورفیوس، پادشاه رویاها و یکی از هفت بیپایان در یک مراسم غیبی اسیر می شود. پس از صدها سال اسارت او فرار می کند و برای بازگرداندن نظم به پادشاهی رویا پردازی خود می رود. I'm not going to stop until I've reshaped this world that I create and which I must control. Oh, it turns out I fit right in. Dreams don't die. Tell us, what power have dreams?